شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راه آنجا، سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد، چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا. و یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم، و یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم. تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. مخیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن، به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا. و سعی غیر مشکل بود از آشوب دویی رستن، سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا. خوشا بزم وفا کس خجلت اظهار نومیدی، شرر در سنگ دارد پرفشانی های آه آنجا. ز طرز مشرب عشاق سیر بیریایی کن، ز طرز مشرب عشاق سیر بیریایی کن. شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا. ز بس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل، همه اگر شب شوی روزت نمی گردد سیاه آنجا. و کنعان هوس گردی ندارد یوسف مطلب، مگر در خود فرو رفتن کند ایجاد چاه آنجا. خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد، خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد. ز جیب ما سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آوازی، به سنگ آید مگر اینجا مگردد عذر خواه آنجا. زمین گیرم با افسون دل بی مدعا بیدل، زمین گیرم با افسون دل بی مدعا بیدل، در آن وادی که منزل نیز می افتد برا آنجا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز در 85 جلسه از جلسات شبی با بیدل ما. این نکته رو عرض بکنم که امروز در واقع سالگرد جلسات شبی با بیدل ما است. درست پارسال در چنین روزی اولین جلسه ما برگزار شد. البته چند جلسه قبلش بود پراکنده، ولی اولین جلسه ای که ضبط شده و بنده تاریخ فایل ضبطیش رو نگاه کردم دقیقاً 24 اسفند بود، و در این مدت ما 85 جلسه در خدمت دوستان بودیم و برای بنده بسیار مغتنم بوده. و نکته دیگر این که همه این 85 جلسه الحمدلله فایل صوتیش آماده هست، ضبط شده و به مرور زمان در کانال ما، در کانال خانه آینه منتشر خواهد شد.
و اما این غزلی که امشب خدمت شما میخوانم، این غزل شاید جالب باشه یا عجیب به نوعی که ما الان این غزل رو میخوانیم و این اولین غزل غزلیات بیدل هست، یعنی دیوان بیدل اولین غزلش همین هست. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است راجا، که به نوعی میتونیم بگیم این غزل تحمیدیه دیوان بیدل هست، چون بسیاری از شاعران قدیم ما معمولا رسم داشتن که در اول دیوان خودشان یک حمدی برای خداوند داشتن و مرسوم بوده. منتها تحمیدیه بیدل در اینجا به نوعی اصاره ای از عرفان و جهانبینی عرفانی او هم هست. بعضی از این تحمیدیه ها در شعر قدیم ما به این صورت هست که با ای شروع میشه و بیدل هم داره، ای تو کسی که چنین هستی، خطاب به خداوند. بیدل هم اتفاقا دو سه غزل از این جنس داره، ای داغ کمال تو عیانها و نهانها، معنی به نفس محو و عبارت به زبانها، یا مثلا ای آینه حسن تمنای تو جانها، یا امثال اینها. به دیگر شاعران ما هم معمولا به همین صورت تحمیدی هاشون هست، ای رست خیز ناگان و ای رحمت بی منتها و دیگران. منتها چیزی که جالبه در مورد این غزل این هست که از اون جنس تحمیدیه های معمول شعر فارسی نیست، بلکه به نوعی شاعر همون مفاهیم عرفانی را در قالب یک نوع بیانی انگار خطاب به انسان بیان می‌کنه. این غزل را به نوعی میتونیم ما جز به غزل های مرجع بیدل بدانیم، یعنی غزلی که اصاره حداقل میتونیم بگیم نگاه عرفانی و توحیدی بیدل رو به نوعی در خودش نشان میده و شاید به همین ملاحظه هم بوده که بیدل این غزل رو آورده در اول دیوان خودش، در حالی که از نظر حروف الف با چون اولش هم ب شروع میشه با اوج کبریا و آخرش هم با جیم آنجا قبل از الف، از لحاظ ترتیب قوافی باید در جای دیگر. خب ما بیت به بیت بریم و زیاد دوستان رو معطل نکنیم با کلیات درباره این غزل. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است آهنجا. عرض کردم که یک مقداری میتونیم بگیم که این شعر اصاره آقای جمالی عزیز رو یک بیتی گفتن و باید در این وارد با صحبت بکنم. صدای التفاتی از لب این خان نمی جوشد یا نمی خیزد، لب گوری مگر وا گردد و گوید بیا اینجا، که اون غزلی هست با ردیف اینجا. همین الان عرض بکنم اون بیت بعدی که به انگشت عصا هر دم اشارت می کند پیری، این از بیدل نیست، یعنی از این غزل هم نیست، اصلا از شاعر دیگری هست و داستانی داره که شخص مصرعی گفت که هیچ پایان نداشت، که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست و همین صورت ادامه می داد. منتها این بیت از بیدل نیست، به انگشت عصا از اینجا بود. در حال برگردیم به غزل خودمون. با اوج کبریا کس پهلوی عجز است و آنجا. عجز، عرض کردم که مفاهیم کلیدی بیدل غالبا در این غزل هستن و در همین اولین مصرع خودش نشان میده، عجز، منتها عجزی که در برابر خداوند هست، در برابر او معشوق هست. بیدل این عجز را زیاد بیان میکنه، به عجزی که داری قوی کن میان را، به حکمت نگرداندند آسمان را، بلند و پست خار راه عجز ما نمیگردد، به پهلو قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. از عاجزی بیدل بیچاره مپرسید و بسیار موارد دیگر. منتها غالبا این معنی را هم بیان میکنه که ما بر اثر این عجز به یک جایگاهی میرسیم که کلی جای فخر کردن و کلی جای افتخار کردن داره. در جای دیگه هم داره، به پستی های آهنگ طلب خفته است معراجی، نفس گروا گدازد تا مسیحا میبرد ما را، و موارد دیگری از این قبیل. یک جای دیگه، نه اون بیتی که میخواستم بگم چیز دیگه بود، فلک در خاک میغلطید از شرم سرفرازی،
اگر میدید معراج ز پا افتادن ما، اگر میدید آسمان که ما با این از پا افتادن به چه معراجی رسیدیم، در برابر ما به خاک میافتاد. فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن ما. ما با این از پا افتادن به یک معراج میرسیم. و اینجا هم همین رو بیان میکنه، به اوج کبریا که از پهلوی عجز است را آنجا. ما از پهلوی عجز میتونیم به اونجا برسیم. سر موی گر اینجا خم شوی، بشکن کلا آنجا. اگر در اینجا تو یک سر موی خم بشی و عاجزی نشان بدی، دیگه اصلا باید کلاه بشکنی. و کلاه شکستن نشانه و نماد افتخار کردن و غرور داشتن و مباهات کردن هست. چون گویا رسم بوده کسانی که خیلی میخواستن خودشون رو، عز و شهرت خودشون رو نشان بدن، گوشه کلاه خودشون رو میشکستن یا کج میکردن. و این گوشه کلاه شکستن به معنی نوعی اظهار غرور و افتخار و فخر و شکوه است. می شکند صد کلاه بر فلک اعتبار، سوی ادبگاه خاک یک مژه خم داشتن. باز تقریبا همین معنی رو بیان میکنه. میگه به اندازه یک مژه اگه آدم به سوی ادبگاه خاک، این از روی ادب خاک بشه، خودش رو سرش رو خم بکنه، اون موقع صد تا کلاه رو بر فلک اعتبار خواهد شکست. می شکند صد کلاه بر فلک اعتبار، سوی ادبگاه خاک یک مژه خم داشتن. یا بیت دیگری هم هست که اینجا بنده یادداشت کردم، یک کلمه، شکوه ناز می بالد. شکوه ناز می بالد ز پهلوی نیاز. اینجا شکوه ناز می بالد ز پهلوی نیاز. اینجا یعنی از نیاز آدم میتونه بنازه بر خودش. چون نیاز آنجا رساندی، ناز پیدا میکند. نیست نیرنگی که نقش اعتبار خاک نیست. نیست گردیدن به صد هستی مقابل بوده است. آدم وقتی خودش نیست بکنه، اون موقعی که هست میشه. و اون مصرع اول این شعر البته یادم نیامد که چون نیاز آنجا رساندی ناز پیدا میکند، در غزلی هست که میگه که بال برهم میخورد پرواز پیدا میکند. حالا در اینجا هم همین رو میگه، شکوه ناز میبالد ز پهلوی نیاز. اینجا کلاه او شکست آراست تا رنگم شکن دارد. تا رنگ من میشکنه کلاه او میشکنه، شکست پیدا میکنه. و این شکست پیدا کردن به معنی عز و جاه و غرور یافتن. پس حاصل این بیت این میشه که به اوج کبریا تو اگر از پهلوی عجز راه پیدا بکنی، وقتی که یک سر مو خم بشی، وقت باید کلاه بشکنی از سر افتخار. یک نکته را اینجا عرض بکنم خدمت دوستان که این بعضی از دوستان عقیده دارن که این به اوج کبریا قسم هست، یعنی شاعر قسم میخوره که به اوج کبریا که اینجوری، مثل که میگیم به خدا که ما این کار رو میکنم، یعنی این از جنس قسم تلقی شده. بعضی وقتا بنده در این مورد مفصل فکر کردم، اتفاقا با بعضی دوستان مباحثه کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این به اوج کبریا یعنی به مقام کبریایی رسیدن هست، نه قسم. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی‌دارد. شوخی چیه؟ شوخ چشمی، بی‌حیایی، خود را نشان دادن، خود نمایی. و این را بیدل معمولاً با مفهوم شوخی بیان می‌کنه. غالباً در شعر بیدل شوخی به معنی خودنمایی و دیده درایی به تعبیر هست. و میگه در او ادبگاه، در مقام ادبگاه محبت که باید آدم سرشار از ادب باشه، ناز شوخی اونجا بر نمیداره او ادبگاه. و آدم باید مثل شبنم تمام نگاهش از عشق پر شده باشه، چون شبنم یک قطره است و آب هست و شبنم رو در واقع یک چشم تلقی میکنه، چشمی که همش عشق هست، یا نگاه او سرشار است از عشق.
چو شبنم سر به مهر عشق میبالد نگاه آنجا. نگاه در آنجا سر به مهر عشق میبالد. یعنی نگاه خودش رو مهر میکنه به وسیله عشق. چون میدونیم که وقتی که آدم چشمش پر عشق میشه درست نمیتونه نگاه کنه. و شاعر در اینجا شبنم رو یک چشم میدانه که سراسر عشق هست. خود چشم انگار تبدیل شده به عشق. چشم و عشق در اینجا یکی هست. بنابراین به وسیله عشق مهر شده. و دیگه نمیتونه نگاه بندازه از روی شوخی به اونجا. یک بیت دیگه هم بیدل در یکی از غزلها داره که خیلی نزدیکه به این. میگه نگه به هر جا رسد چو شبنم ز شرم میباید آب گردد اگر بداند که بی محابا به جلوگاهی که میخرامد. میگه اون جلوگاهی هست که نگاه ما به هر طرف نگاه میکنه باید از خجالت آب بشه. شوخی بردار نیست اونجا. شوخی بردار الان به یک معنی دیگر. نگه به هر جا رسد چو شبنم ز شرم میباید آب گردد اگر بداند که بی محابا به جلوگاه که میخرامد. بی محابا به جلوگاه او میره. اونجا شوخی بردار نیست و جلوگاه اویه. یک بیت دیگه ای هم داره با ردیف خرامیدن، با قافیه خرامیدن. روانی نیست، یادم آمد. روانی نیست محو جلوه را بی آب گردیدن. سزد که از عشق آموزد نگاه ما خرامیدن. کاش که نگاه ما از عشق یاد بگیره، مثل عشق حرکت بکنه. چون عشق میخرامه از چشم و بیرون میای و سر میخوره. منتها سراسر آب از خجالت. روانی نیست محو جلوه را بی آب گردیدن. آب شدن از چی؟ از شرم حقارت خود آدم. اینجوری که خود آدم از شرم و از خجالت باید آب بشه در مقابل او جلوه. روانی نیست محو جلوه را بی آب گردیدن. سزد که از عشق آموزد نگاه ما خرامیدن. هم غزل جالبی از مفاهیم عرفانی رو در اون مطرح کرده. نمیدانم کجا رفتند گلچینان دیدارت. اصلا این بیت ها اینقدر زیبایی که آدم نمیتونه وقتی یک غزل رو سر میکنه. میگه مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم بیدل. میگه وقتی یک مصرع از میگه که من میخوام شروع بکنم یک غزل میگم. حالا وقتی یک مصرع از یک غزل رو میخونیم دل آدم میخواد تمام اون غزل رو بخونه. نمیدانم کجا رفتند گلچینان دیدارت. هم از خورشید میباید سراغ سایه پرسیدن. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد چو شبنم سر به مهر عشق میبالد نگاه آنجا. به یاد محفل نازش سحرخیز است اجزایم. تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. دستگاه در اینجا به معنی همون دم و دستگاه هست. بالاخره اون چیزایی که آدم در دسترس داره. و بیدل میگه که تبسم یک دستگاه اینجا گذاشته. تبسم او معشوق که غبار ما از عدم هم زنده شده و بلند شده، سحرخیز شده. چون انگار غبار ما در عالم عدم خفته بوده، خوابیده بوده و حالا بیدار شده. این سحرخیزی به نوعی خلقت رو بیان میکنه. یعنی در انگار در صبح فطرت. زهی چمنساز صبح فطرت. تبسم لعل مرجویت. تبسم اون لعل تو صبح فطرت رو ایجاد کرده. با یک تبسم تو این جهان خلق شده. این عرصه تا کجا نشود پای مال ناز. سحرآفرین تبسمت اجاز میکند. یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد. دیگر چه بلا ریزد گر بار دیگر خنده. یک خنده او برق بنیاد دو عالم شد. تمام عالم با یک خنده او ایجاد شده. تبسم تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. یک حالت سوالی قشنگی هم داره. یک نوع استفهامی داره که معنیش رو هم میرسونه. مثل که میگیم
چقدر ما این کار رو کردیم. این چقدره که وقتی بیان میکنیم یعنی که خیلی، یک نوعی پاسخ هم در خودش داره. به یاد محفل نازش سرخیز است، اجزای ما بیدار شده. یک جای دیگه داره میگه که جهان خفته را بیدار کرد و امید دیدار. چقدر این بیت قشنگه. جهان خفته را بیدار کرد و امید دیدار، تقاضای نگاهی بر سقف مژگان عصا باشد. وقتی که تقاضای نگاه کردنی باشه، سقف مژگان آدم هم انگار عصا گرفتن و بلند میشه، یعنی مژه ها بلند میشن و چشم باز میشه. تبسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا. مقیم دشت الفت باش. الفت به نوعی همون عشق و محبت هست. مقیم دشت الفت باش و خواب ناسامان کن. در دشت الفت هست که آدم میتونه راحتی بخوابه و آرامش پیدا بکنه. در جوار الفت اون محبوب به هم میآورد چشم تو مژگان گیاه آنجا. گیاه ها یا سبزه ها را که می رویند از زمین به موجه ها تشبیه می کنه. این یک تشبیه غریبی هم است. از این تشبیه های غریب در شعر بیدل بسیار است. و می گه این موجه های گیاه چشم تو را به هم می آرند و تو را به خواب ناز می برند. این خواب ناز هم باز دو معنی می تونه داشته باشه. همین خواب ناز که می گیم که خواب بسیار خوش، و در این حال ناز ارتباطی با اون معشوق هم پیدا می کنه که ما در جوار او به ناز میرسیم و میتونیم بنازیم بر خودمون. به نوعی این نازیدن را هم غیر مستقیم تداعی میکنه، مثل همون که گفت که چون نیاز آنجا رساندی ناز پیدا میکند. مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن. به هم میآورد چشم تو مژگان گیاه آنجا. دویی در شعر بیدل غالبا رد میشه. دویی یعنی این که انسان خودش رو جدا بدانه از اون معشوق، و این خلاف رویه وحدت الوجودی تفکر شاعر است. بیدل یک شاعر وحدت الوجودی است، عرفانش از جنس عرفان وحدت وجودی ابن عربی است. نوعی یگانگی میبینه بین خودش و معشوق، و دویی در اینجا در کار نیست. از دویی تنزل کن، او شو و تویی گل کن. البته اونجا چیز دیگه ایه. از منی تنزل کن، از من کردن و خود را جدا از او دانستن. از منی تنزل کن، او شو و تویی گل کن. اندکی تأمل کن، نکته محتمل دارم. میگه از وجود خودت بگذر و او بشو، و اون موقع به جایی میرسید. حالا به وسیله نگاه کردن به اطراف و به محو جلوه های پیرامون شدن، آدم نمیتونه از دویی خلاصی پیدا بکنه، چون این جلوه های رنگارنگ دنیا ما رو میفریبه. حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان بیدل. تو طبع نازکی داری و این گلشن هوا دارد، از نیرنگی جهان بگریز. یک جای دیگه هم بیتی داره و میگه که گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازد، اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم. میگه فقط اسیر الفت او باید بشی و از رنگهای جهان پرهیز بکنی، کناره بگیری و خودت درگیر جلوه های فریبنده دنیا نکنی. این کار چگونه امکان داره؟ با سعی غیر امکان نداره، بلکه با تأمل باطنی امکان داره. سر در گریبان بردن به سعی غیر مشکل بود از آشوب دوی رستن. سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا. سر در گریبان بردم و از دوی رهایی پیدا کردم و اون موقع به وحدت رسیدم. قفای زانوی پیری مقیم خلوت خیشم، کشیده پیکر خم در کمند وحدت خیشم. آدمی که پیکر خمیده داشته باشه ناچار
سرش خم میشه بر گریبان خودش دیگه و انگار به خود فقط نگاه میکنه و اون موقع به وحدت میرسه. کشیده پیکر خم در کمند وحدت خیشم، که باز پیکر خمیده رو با کمند هم تشبیه کرده که کمند هم حالت حلقی داره. در اونجا از صحبت از پیکر خمیده صحبت میکنه، در اینجا از سیر گریبان. و در باره سیر گریبان بیدل در جای دیگه هم بسیار اشاره میکنه. در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در، کشتیم میبرد طوفان، لنگرم آمد بیاد. یا سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست، مگر ز سیر گریبان نظر به چاه کنید، مگر در چاه گریبان اون یوسف مطلب رو پیدا کنید. و اما بیت بعد، خوشا بزم وفا. وفا هم از مفاهیم کلیدی بیدل هست. عرض کردم که این غزل به نوعی اصاره جهانبینی عاشقانه و عارفانه بیدل را حداقل نشان میده. وفا هم از چیزهایی است که در شعر بیدل بسیار مطرح میشه و شاعر معمولا در مقام وفا هر گونه رنج و دشواری رو بر خود ارزانی میداره یا بر خود گوارا میکنه. و در اونجا حتی ناامیدی را هم نباید اظهار کرد. این از اظهار ناامیدی هم آدم باید خجالت بکشه، چون ناامیدی خیلی وقتا هست که فرد رو به شکایت وامی داره. تو از معشوق از محبوب ناامید شدی و شکایت میکنه، ولی شاعر میگه که حتی در این موقعیت هم نباید شکایت کرد. خجلت اظهار ناامیدی از اظهار ناامیدی هم باید خجالت بکشه و سکوت بکنه. مثل چی؟ مثل سنگی که آتش خودش رو در خودش پنهان کرده باشه، چون سنگ خاستگاه آتش تلقی میشده دیگه، که آتش رو به وسیله سنگ آتش زن روشن میکردن. بعد میگه که ما باید مثل سنگی باشیم که آتش خودمون رو در خود میدوزدیم، و اگر آه بکنیم انگار این آتش از سنگ برخواسته بلند شده، در حالی که ما باید این رو در خود بدوزدیم. خوشا بزم وفا که از خجلت اظهار ناامیدی، شرر در سنگ دارد پرفشانی های آه آنجا. اگر آه بکشی انگار تو آتش از سنگ تو بلند شده، و بهتر هست که همون آه رحمت رو نکشی. یک بیت دیگه هم داره میگه وفا منع تمیز شادی و غم میکند، ورنه نواها انتخاب از ناله ناساز میکردم. اگر وفا نمی بود ما کلی نوا و ناله میکردم، ولی وقتی که وفا هست دیگه نه، باید سکوت بکنم. خوشا بزم وفا که از خجلت اظهار ناامیدی، شرر در سنگ دارد پرفشانی های آه آنجا. ز طرز مشرب عشاق سیر بیریایی کن، شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه آنجا. مشرب برخلاف مذهب جنبه عرفانی و عاشقانه پیدا میکنه، گرایش عرفانی و عاشقانه رو شاعر مشرب مطرح میکنه و گرایش متشرعانه و زاهدانه رو مذهب، و این دوتا رو غالبا بیدل در برابر هم قرار میده. نه تنها بیدل که بسیاری از شاعران ما میگن که وقتی که مشرب انسان تنگ باشه اون موقع مذهب ها گل میکنن. و مذهب البته در اینجا به معنی کلی دین نیست، به معنی فرقه های مذهبی است. مذهب در قدیم به این معنی بیشتر بوده. میگه چی؟ امارت غیر چین دامن صحرا نمی باشد، ز تنگی های مشرب اینقدر گل کرد مذهب ها. آدم ها مشرب تنگی داشتن، به نوعی وسعت مشرب نداشتن و رواداری و شکیبایی و تحمل دیگران را خیلی نداشتن که یه هم مذهب جوشید و گل کرد، وگرنه که با همون مشرب. یک جای دیگه هم داره، چون صحرا مشرب ما ننگ و عشرت بر نمی دارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما را. از تنگ بودن
تنگ بودن چین دامن آدم رو رهایی بده خداوند. و چین دامن نشانه تعلقات و وابستگی ها و همین چیزهای ظاهری دنیایی است. حالا اینجا میگه تو برو و در مشرب عشاق، اونجا ریا نیست. برخلاف زهاد و مذهب زهاد که غالبا ریا داره، مشرب عشاق ریا نداره. و اگر کسی در اونجا شکست رنگ هست، یعنی رنگش زرد هست، این رنگ زردش آبزیرکا نیست. چون آبزیرکا بودن رو میدونیم دیگه، یعنی ریاکار بودن، که فرد میگن خیلی آدم آبزیرکاهیه، یعنی در ظاهر خیلی براق و خوش رنگ، ولی وقتی که پات میگذاری میبینی فرو میری داخل آب، مثل کاهی که روی آب ریخته باشن، زیرش آب باشه رو کاه باشه، اصلا آدم متوجه نمیشه. من خودم یک بار فرو رفتم داخل همینطور زمینی که گلالودی که روش کاه بود. بعد میگه که این شکست رنگی عشاق، این با وجودی که رنگ زرد عاشق هست ولی آبزیرکاه نیست، رنگش زرد است ولی آبزیرکاه و ریاکار نیست. دیگه گویا بوده، خانم قیاسی میفرمایند که آبزیرکاه اون موقع بوده، حتما، وگرنه که اینجا مشخصه و در جای دیگه هم بدل چند مورد این تعبیر داره، آبی که ما نداریم گر هست زیر کاخ هست، یا چیک چیزی در اون غزلی که با ردیف قافیه آ هست داره هست، باز یک جای دیگه هم بنده دیدم. و در اون غزلی که میگفت کاه باد آورد را مانم، در هفته قبل هم این رو دیدیم. و اما دنبال اونم که دو آبی که زیر کاه هست چی بود؟ رنگ پریده ما اگر بشکند کلاه هست. زبس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل. دل چیزی هست که باز در شعر بیدل بسیار مطرح میشه. رجوع کردن به دل انسان. ها، دوستمون اینجا فرمودن که بینوایی هست یا بیریایی. در بعضی از نسخه ها بینوایی آمده بود. فکر میکنم در دیوان چاپ کابل بینوایی بود. منتها آنچه که الان بنده میکنم بر مبنای چاپ طباطبایی غزوه است که تصحیح جدیدی است و اینجا بیریایی آمده و به نظر میرسه که همین درست باشه دیگه، چون بر اساس نسخه های معتبرتری است. و بیریایی با آبزیر کار نبودن هم طبیعتاً ارتباط داره. ما خودم در این کتاب کلید در باز که این غزل رو شرح کردم، این غزل رو اونجا شرح کردم، اونجا اتفاقاً بینوایی نوشتم و نوشتم که بینوایی خوبه، دلایلی هم براش به نظرم آمده، ولی دیگه بالاخره نسخه نشان میده بیریایی و از جهت خوب باز این بیریایی متناسب تر به نظر میاد. زبس فیض سحر میجوشد از گرد سواد دل. دل در شعر بیدل بسیار ارزشمنده. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. توز گنچه کم ندمیده ای در دل گشا به چمن درا. در دل رو باز کن، اونجا یک چمنی میبینی. میگه که در گرد سواد، سواد یعنی اون سیاهی که از دور به نظر میرسه از چیزی، و اطراف و پیرامون هم معنی میداده، به دلیل اینکه اطراف شهرها معمولا از دور وقتی نگاه میکردیم یک سیاهی شهر به نظر میرسید، یا روستایی یا قریهی در بیابان، و این رو میگفتن سواد اون شهر یا آبادی به نوعی، و به این معنی میتونه پیرامون هم باشه سواد. میگه که در این گرد سواد دل، از گرد که از سواد دل برمیخیزه، فیض سحر میجوشه، که در اینجا یک تضاد در هم شاعر سعی کرده بیان بکنه. سواد به معنی سیاهی هم هست دیگه. زبس فیض سحر میجوشد از گرد سواد دل، همه اگر شب شوی روزت نمیگردد سیاه. یک بازی خوبی با سحر، شب، روز و سواد کرده. سواد به معنی سیاهی است.
و با شب ارتباط داره. و از طرفی سحر همیشه سفید هست و سفیدی این با این سیاهی تضاد پیدا میکنه. در مصرع بعد هم شب و روز رو با هم تضاد داره و میگه که تو حتی اگر شب هم بشی، در محضر دل، در اونجا که پیرامون دل هست، فیض سحر هست. و فیض سحر چقدر تعبیر قشنگی هست اینجا. یک نکته اینجا بیان بکنم و اون نقش این همه هست. همه در شعر بیدر بعض وقتا یک نقش ایجاز آفرین قوی داره و شاعر وقتی میگه همه، یعنی همه چیز، این موقعیتی که بگه این و اون و اون و اون همه اینا رو بخواد جمع بکنه، یک جا میگه همه گر شب شد، یعنی حتی اگر شب هم بشوی، بنابرای این تعبیر را از همه گر شب شوی میتونه آدم استنباط بکنه، یعنی یک حتایی هم در خودش نفته داره. به دل شکسته از این چمن زده ایم فال رمیدنی، که شتاب اگر همه خون شود نرسد به گرد درنگ ما. یعنی حتی اگر هم خون بشود، حتی اگر شب هم بشی، روز تو در اونجا سیاه نمیشه. در کجا؟ در حوالی و حاشیه دل. به کنعان هوس گردی ندارد یوسف مطلب. باز اینجا هوس یکی از مفاهیم کلیدی شعر بیدر که معمولا این رو رد میکنه. باده تحقیق را ظرف هوس تنگی کند، در بر آتش لباس فاروخ است تنگی کند. میگه در اون مقام هوس چندان جایی نداره. هیاکو تازند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه از این هوس باید دور شد. بله دوستمان، اون مصرع اول اون غزل رو نوشتن اینجا که غزل بسیار خوبی هم است. به خیال چشم که میزند قدح جنون دل تنگ ما، که هزار میکده میدود به رکاب گردش رنگ ما. چقدر قشنگ این به رکاب گردش رنگ ما میکده ها هستن که میدون، چون باده و میکده هم آدم را از خود بی خود میکنه یا دچار گردش یا تحول حال میکنه و این رو گردش رنگ دانسته شده. میگه یوسف مطلب رو در کنعان هوس نمیتونی پیدا بکنی، باید بری و در چاه پیدا کنی. در چه چاهی؟ در چاهی که از خود فرو رفتن ایجاد میشه، که این بسیار نزدیک هست به اون بیتی که میگفت که سری در جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا. و بیتی بنده خوندم اتفاقا به عنوان شاهد مثال در اونجا، که اتفاقا اونجا یوسف داشت و چاه. سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست، مگر ز سید گریبان نظر به چاه کنید. که اتفاقا اون بیتی شاهده که بیشتر برای اون بیت خوندم به این خیلی جور هست، چون اینجا هم دقیقا یوسف مطلب را آورده. مطلب یعنی اون خواسته ای که ما داریم و یوسف مطلب یعنی اون خواسته ای که داریم رو به حضرت یوسف تشبیه میکنه و میگه این خواسته رو تو در کنعان هوس پیدا نمیتونی بکنی، باید بری در چاه پیدا بکنی، در چاهی که از در خود فرو رفتن ایجاد میشه. بله نور جان در ظلمت آباد بدن گم کردن، آه از آن یوسف که من در پیرهن گم کردم. خیال جلوه‌زار نیستی هم عالمی دارد، ز جیب ما سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. میگه برو به سراغ نیستی. به بر قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد، تو برو عدم باشو. و اگرم میخوای که به اون نیستی برسی، بیا و از گریبان ما به اونجا نگاه کن، یعنی ما خودمان هم نیست شدیم و این نیست شدن رو در ما پیدا بکن. و چه عالمی داره و چه جلوه‌زاری در اون نیستی هست.
نیستی پیش کن از الفت پندار برا. اگر اشتباه نکنم یک غزل دیگر هم داره که همین مثلا رو داره. خیال جلوزار نیستی هم عالمی دارد، ز جیب ما سری باید کشیدن گاه گاه آنجا. دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آواز، به سنگ آید مگر اینجا مگردد عذرخواه آنجا. در اینجا فکر میکنم در دیوان بیدل چاپ کابل احرام آزادی آمده، ولی به نظر میرسه که خب در این دیوان ارتباطهای قصب آوازی هست و این درست به نظر میرسه. میگه این دل ما کمظرف هست و او آواز و او صدا ازش بیرون نمیشه. ظرفیت این که یک صدای خوبی ازش بر بیایه نداره. مگر این که این جام را به سنگ بزنیم که اون موقع تازه بشکنه از بین بره و با او از بین رفتن اون موقع ابراز وجود بکنه. به نوعی میخواد بگه که ما با نیست شدن، با سر به سنگ زدن و شکستن میتونیم به جایی برسیم. همون صحبت همیشگیه که در شعر ما هست که معمولا میگن دل با شکستن هست که موقعیت پیدا میکنه. زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل، سر فخور چسان شر نپوشد به گلیم. و در جاهای مختلفی شاعر از شکست دل و ارزشی که از شکست دل به دست میایه صحبت کرده. و در قدیم هم این مصرع و این بیت و این ضرب المثل بسیار مطرح میشده که دل شکسته ارزش بسیار بالایی داره، یا دل شکسته خانه خداوند هست. میتونیم این چیزایی ما داریم در این ادبیات عرفانی ما. دل از کمظرفی طاقت نبست احرام آواز. احرام چیزی بستن یعنی قصد چیزی کردن، این که کاری انجام بدی. بسیار مواقع وقتی کلمه احرام رو در شعر بیدل میبینیم به معنی این نیست که الزاماً لباس احرام منظور باشه. منظور قصد کاری هست. بستن احرام در خیلی جا در شعر بیدل یعنی قصد و تصمیم یک کار. دل از کمظرفی طاقت نبست احرام آوازی، به سنگ آید زدن آینه به سنگت، ز هزار صیقل اولا که به زشتی جهانی ز زفا رسیده باشی. میگه تو با صاف کردن و صیقل زدن با این آینه خودت بعض وقتا به زشتی یک جهان، یک جهان زشتی پیدا میکنی. بهتر اینه که این آینه رو بزنی به سنگ و اون موقع هست که ارزش پیدا میکنه. یک جای دیگه هم داره، به صیقل کم نمی گردد غرور زنگ خودبینی، مگر آینه بر سنگی زند روشنگر عشقم. مگر اون روشنگر صیقلگر، کسی آینه ما رو صیقل میزنه، اصلا دیگه به سنگ بزنه. چون آینه که صیقل هم بزنه باید وسیله خودبینی میشه دیگه، چون آینه وسیله که آدم خودش رو میبینه. میگه اصلا این آینه رو بزنیم به سنگ که آسوده بشیم ازش. دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آوازی، به سنگ آید مگر این جام و گردد عذرخواه آنجا. اون موقع صدای شکستن او در واقع صدای عذرخواهی او است. و بیت آخر میگه که یک جهانی هست بسیار سرشار از شور و هیجان، منتها ما مدعا و آرزو و تپش حرکت در این جهان رو نداریم. زمینگیرم به افسون دل بی مدعا. این دل بی مدعا ما رو به خاک نشانده. در آن وادی که منزل نیز می افتد به راه آنجا. چقدر این تعبیر زیبا است. انقدر حرکت و پویش در این جهان هست که حتی منزل که مقصد ما هست و به اونجا میرسیم و توقف میکنیم، حتی منزل هم در اونجا به راه میفته. یک جای دیگه هم داره، به ناامیدی ز پا منشین که در راه هست منزل هم. حتی منزل هم اونجا حرکت میکنه، بعد تو هم بدی نشستی توی خجالت داره دیگه. زمینگیرم و
و افسون دل بی مدعا بید در آن وادی که منزل نیز می افتد براه آنجا. تعبیر براه افتادن منزل خیلی تعبیر سرعال قشنگ است. یک بیتی هم اینجا بنده یاد داشت کردم که اون رو بخونم. بیتی بود که من یک مصرعش پیشتر خواندم خدمت شما. مباد افسردنی دامان جولان طلب گیرم. این افسردن تو مباد دامان طلب تو رو بگیره. در این وادی زپا منشین که در راه است منزل هم. بله دوستمون فرمودن جناب خراسانی ادیب که دل بی مدعا یعنی چه دلی؟ تصور میکنم در اینجا منظور دل بی عشق هست. دلی که مدعای عاشقی طلب و پویش در پی اون معشوق یا اون مقامات و علاقمندی های عرفانی در اون نیست. یک دل افسرده ای است و این افسردگی را شاعر خوش ندارد. خانم صفایی فرمودن که دل بی مدعا یا دل پر مدعا؟ نه در دیوان بی مدعایه، هم در نسخه دیوان کابل و هم در این نسخه. و این میخواد بگه که این دل بی مدعا، دلی که باید مدعا میداشت، این دنبال حرکت میبود، به نوعی دل افسرده، دلی که هیچ خواهشی نداره و انگیزه ای نداره، بی مدعا رو میشه در اینجا به نوعی بی انگیزه تلقی کنه.